محصلین عزیز السلام علیکم. در این بخش پروگرام ما ریاضیات مجزا را درسش آغاز میکنم. ریاضیات مجزا یکی از مضامین خاص کمپیوتر ساینس هست و موضوعاتی که در این ریاضیات هست یک رابطه مستقیم با کمپیوتر ساینس داره. موضوعاتی که در این مضمون تدریس میشه ما یک تعدادش براتون نام میبرم، مثلا از قبیل ست هست و همچنان ریلیشن هست و فانکشن هست. به همین قسم لوجیک هست. لوجیکال آپریشن یعنی عملی های منطقی و همچنان گراف تیوری هست. و موضوعاتی که همچنان در این درس داده شامل میشه عبارت از فکتوریال است و پرموتیشن هاست کامبینیشن است probabilities و خیلی موضوعات دیگه هم شامل ازی است که ما میخواییم اینی موضوعات ها که هر یکش ارتباط مستقیم مثلا با کمپیوتر ساینس داره. ست ها به خاطری با کمپیوتر ساینس ارتباط داره که خود کمپیوتر ست هست و تمام بخشای دیگه زیر چتر ایست میچرخه و ریلیشن به خاطر برای کمپیوتر ساینس تدریس میشه که زمانی که داتا به کمپیوتر داخل میشه چگونه بین ست های داخل کمپیوتر، بین رم، بین پروسسر، بین مثلا هارد دیسک و پاور و غیره ای داتا یک رابطه را یک ریلیشن تشکیل میده و فانکشن به خاطر تدریس میشه که تمام داتابیس هایی که برای سازمان ها و ادارات ترتیب میشه و پروگرام نویسی میشه این در حقیقت مربوط به فانکشن میشه که فانکشن باید تدریس شوه و لوجیک ساختار کمپیوتر نشان میده و در حقیقت تمام دیوایس های کمپیوتر دیزاین میشه توسط لوجیک متشکل از همون صفر و یک است و الجبر هم توسط بول با لوجیک تبدیل میشه که بسیار مهم است و همچنان گراف تیوری که گراف تیوری بدون گراف تیوری یک نتورک خوب صورت نمیگیره، یه ارتباط با نتورک داره. گراف تیوری باید به طور کل خوانده شود تا شاگردی که باز به شکل تخصصی میخواد نتورک بخونه طبیعی است که گراف تیوری فوق العاده کمکش میکنه، میتونه که اینترنت کم با سرورهای مختلف با کامپیوترهای مختلف با اساس تیوری گراف تقسیمات کنه. فاکتوریال، پرموتیشن، کامبینیشن، پروبابیلیتی اینا بخش های موضوعات مدیریتی است که یک شاگردی که از کامپیوتر ساینس فارغ میشه در پشت یک میز با ایس مدیر کار میکنه حداقل باید ذهنش فراخ باشه و یه انکشاف میده ذهنش و تصمیم گیری های عاجل و مثبت گرفته بتانه. به خاطر اینا هم مهم است در محاسباتی که صورت میگیره، محاسبات احتمالی خود کمپیوتر شکل محاسباتش احتمالی است، پروبابلیتی برش بسیار مهم است و همچنان موضوعات دیگه اگر لازم بود اگر وقت بود برش ما جا به جا خواهد کردیم.
ما درس اول خود از صد شروع میکنم و این لکچر خود نامش میمونم لکچر یک، یعنی این لکچر لکچر یک هست و لکچر یک بیاییم که از صد آغاز کنیم که صد چی هست. ما صد تعریف میکنم. صد ها چه هستند؟ صد چی نمیگن؟ صد مجموعی از عناصر مختلف صد میگن. مثلا به طور مثال رم کامپیوتر یک صد است، آردسک یک صد است. پس یک مجموعه ای که در او اشیای مختلف باشه او صد است. صد ها را معمولا به حرف کلان A مثلا B C و غیره نشان میتن. اگر من نوشته کنم که صد A مساوی است با A B C، یعنی در حقیقت ای ست ای دارای سه دانه عنصر است و این سه دانه عنصر هم به این شکل نشان داده میتونیم که این ای مساوی است به سه، نمبر آف ای مساوی به تری، تعداد عناصر که در مابین ست ای سی است. ست ها را همیشه با این قوس نشان میتن و در داخلش میتونه اشیاء متفاوت مختلف باشه. مثلا اگر من نوشته کنم که بی مساوی با ای بی یک چار پنج، باز هم یک ست است. حتمی نیست که متجانس باشه، همجنس باشه، میتونه اشیاء مختلف باشه. باز هم تعداد عناصر بی که نمبر آف بی گفته میشه یک دو سه چار پنج، پنج دانه است به این شکل. به همین قسم عناصری که در مابین هزی قرار داره، مثلا ای، ای عنصر از ای است. من نوشته میکنم به طور مثال که اینمی ای در داخل ای است، یا عنصر ست ای است. برای آسانی کار این جمله را به این قسم به سمبول نوشته کده میتونیم که ای عنصر از ای است، ای شامل ای است، ای عنصر از ای است، بی عنصر از ای است، بی عنصر از ای است، با اینی سمبول. و سی انصاری از ای است، سی انصاری از ای است. به همین شکل میتونیم بگویم در اینجا که مثلا دی انصار از ای نیست، در اینجا دی نیست، از خاطر میگیم دی انصاری از ای نیست. یا میتونیم در اینجا بگویم مثلا یک ای، ای انصاری از بی است، بی مثلا انصاری از بی است، به طور مثال انصاری از بی است، یک عنصر از بی است، چار عنصر از بی است به این شکل، یا پنج عنصر از بی است به این شکل. ما میتونیم که عناصر داخلش را نوشته کنیم. و شاگردای عزیز، برای ازی که ای زیاد نشه، ما بحث بعدی را که انواع ست هاست در لکچر دوم آغاز میکنم. لکچر دوم تعقیب کنید.